روز قبل مراجعه کرده. تب بیمار با شیاف و قطره استامینوفن مطابق با وزن بیمار بهبود پیدا نکرده. بیمارمون در بعد به ورود بیحال بود ولی بیقرار نبود. در مشاهدم چند زایعه اریتماتور روی ران دو طرفه پاهاش مشاهده می شد. بیمارم اشک ریزش نداشت ولی کنجکتیویت مختصر دو طرفه غیر چرکی داشتش و یک مقداری تورم لب که مادر بیمار ذکر میکرد که از دو روز قبل ایجاد شده. بیمار گلودرد، سرفه، خلط، کوریزا، بدندرد و لرز نداشت. توی پس مدیکال هیستوری بیمار سابقه بیماری خاصی رو در 11 ماه ذکر نمی‌کرد مادر بیمار، ولی سابقه بستری 3 روزه در بعد تولد به دلیل اکتر رو داشته، حاصل سزارین سیکشن، فرزند یک از یک، با وزن بعد تولد 3200 و وزن حال حاضر 9500 بوده. توی فامیلی هیستوری سابقه بیماری خاصی رو نداشتن و پدر و مادر غیر منسوب بودن. وایتال ساین بیمار در بعد به ورود تی 38.4، پالس ریت 110، رسپیریتوری ریت 20، اودو ساتوریشن 99% و فشار خون 90/65 داشت. توی فیزیکال اگزم شیرخوارمون هوشیار بود، پیل ایل، توکسیک و اکتریک نبود. در مشاهده همون زایات اریتماتوی روی ران دو طرفه پاها مشاهده می شد. تغییرات مخاطی نداشت ولی لبها متورم بودش. سم قلبی S1، S2 بدون سفت شنیده شد. سم ریوی کلیر بود، ویزینگ نداشت، رترکشن نداشت. شکم در معاینات نرم بود، تندرنس، گاردینگ، ارگانومگالی و دیستنشن نداشت. لنفادنوپاتی سابمندیبولار، آگزیلاری و اینگوینال نداشت. در معاینه اندام ها نبض دو طرفه اندام ها پر و قرینه بود، ادم، سیانوز و کلابینگ هم نداشت. در معاینات اندام بیمار پوست ریزی هم مشاهده نشد. اگر اجازه بدی من لب دیتا رو بخونم. توی آزمایشات بعد به ورود وایت بی سی 17000 با ارجعیت پی ام ان 81% داشت، هموگلوبین 9.1، پلاکت 480,000، ESR 31، CRP 17، AST 47، ALT 22، آلکالن فسفاتاز 212 داشت. استاد اگر سوالی نداریم که برم سراغ ادامه اسلاید هم. پس صدا میاد با عرض سلام حضور اینترن های محترم حاضر در جلسه، امیدوارم که خوب باشین بچه ها. حالتون خوبه؟ من ببخشین گوشی تو گوشم صدام اکو میشه. پس یه بار پرابلم نیست بیمار از اول، یه پسر 11 ماهه، تب چند روزه؟ یه پسر 11 ماهه با شروع تب از 5 روز قبل که با شیاف و قطره استامینوفن بهبود پیدا نکرده. بیمار بیحال بود، چندین زایعه اریتماتو روی ران دو طرفه پاها رویت شد، کنجکتیویت دو طرفه غیر چرکی داشت و تورم مختصر لب که از 3 روز قبل بود و در لب دیتا هم یه لوکوسیتوز با ارجعیت پی ام ان آنمی، حالا با توجه به سن بیمار که هموگلوبین 9.1 داشت، ESR 31، CRP 17 و یه رایز مختصری در AST. بعد پس از بخوایم کرایتریای بالینی رو بگیم، تب 5 روزه و چند تا کرایتریا از 5 تا 3 تا درسته؟ دو تا دیگه تورم لب و یکی همون راش های پولیم کنجکتیویت هم داشته. لنفادنوپاتی گفتی نداشت؟ نه تغییر انتها نه دسکورمیشن و پوستریزی و این موارد رو هم اریتم کف دست و پا و ادم پشت دست و پا، این دو تو فاز حاد دیده میشه. آیا این دو رو داشت بچه ها؟ نه این دو رو هم نداشت. خب بفرمایید خانم دکتر.
حالا با توجه به علائم بالینی بیشتر میتونیم تشخیص کاوازاکی رو برای بیمار مطرح کنیم که یک سندروم موکوکوتانوموس لنف نود هستش و اون رو پولیارتریت نودوزای نوزادان هم مینامند. یک بیماری همراه با تب و التهابی هستش که اول عروق کوچیک رو درگیر میکنه. سه تا فاز داره. فاز هات که توی هفته اول هستش، بعد فاز بعدی توی سه هفته دوم و در نهایت هم فاز نقاهت رو داریم. کاوازاکی شایع ترین دلیل بیماری‌های قلبی و خب مهمترینش هم آنوریسم قلبی توی نوزادانه. اگه بخوایم اپیدمیولوژیش بپردازیم، میتونیم بگیم 80% کیس های تیپیکمون زیر 4 سال هستن. پسرها نسبت به دخترها 2 برابر کاوازاکی رو مبتلا میشن. خب البته ریسک آنوریسم هم توی جنس مذکر بیشتره. بیشترین بروز کاوازاکی توی بچه های آسیایی هستش. ژنتیک و فامیلی هیستوری مثبت توی خانواده مؤثر هست و ولی تنها 1% تاثیر داره و خب ریسک بیشتر رو بچه های دوقلو دارن که تا 13% هم میتونه این ابتلای مشابه رو داشته باشه توی دوقلوها. توی نوزادان زیر 6 ماه و بالای 5 سال بیشترین ریسک رو داریم برای آنوریسم قلبی که مهمترین عارضه کاوازاکی به شمار میره. توی تمامی فصول سال بیماری کاوازاکی بچه‌ها رو درگیر می‌کنه، اما خب توی زمستون و بهار این نرخ بروز و شیوع توی بچه‌ها بیشتر میشه. از علائم مهم کاوازاکی که میتونه 4 تا از سیستم‌های بدن رو درگیر کنه، خب میتونه رینوره، سرفه و درگیری ریه ها رو بده. توی بچه ها میتونه علائمی مثل اسهال، استفراغ، درد شکم و زردی رو داشته باشه. توی موارد شدیدتر میتونه بیقراری داشته باشه، که البته این بچه ما هم بیقرار بود در بعد ورود. نهایتا میتونه به آسپتیک مننژیت و فیشیال پالسی و کاهش شنوایی منجر بشه و در سیستم مسکولوسکلتال هم میتونه میوزیت، آرترالژی و آرتریت رو داشته باشه. فازای بیماری کاوازاکی همونطوری که اشاره کردیم 1-2 هفته اول هست، 7-14 روز اول که میتونه اون فاز اکیوت رو داشته باشه. بیمار فبرال هستش و خب بقیه اون علائم اکیوت هم توی بیمار بروز پیدا میکنه، مثلا همونطور که خانم دکتر گفتن اریتم کف دست و پا، زبان توت فرنگی و کنجکتیویتی که توی ملتهمه هم ایجاد شده بود برای این بچه‌مون. فاز دوم ساب اکیوت هستش که برای 3 هفته دوم ایجاد میشه. علائمش میتونه همون پوستریزی باشه، ترومبوسیتوز وجود داشته باشه، پیشروی آنوریسم قلبی که خب مهمترین ریسک سادندس هم هست توی این بیماران. البته این بچه خب زیر 7 روز بود علائمش، ولی یه پلاکتی در حد 480,000 رو هم داشت. نهایتاً 6-8 هفته بعدی که فاز نقاهتمون هستش و حالا البته راش‌های این بچه به این شدت نبود، این تصاویر اینترنتی هستش، تقریبا میشد راش‌های روی سطح مراجعمون رو شمرد، یعنی در حد محدودی بود، زیر 10 تا ماکولو پاپولار بود و با فشار دادن هم حذف نمیشد. کرایتریای تشخیصی برای کاوازاکی تیپیک تب هستش. بیشتر از 5 روز به اضافه 4 تا از این 5 تا کرایتریای ذکر شده. خب اولیش تغییراتی در سطح اوروفارنکس هستش، تغییراتی در انتهای اندام ها، کنجکتیویت غیر چرکی، راش های پولیمورف و لنفادنوپاتی گردنی که خب معمولا توی 75% کیس ها رویت میشه. ما از این موارد به 4 تا نمیرسید کرایتریایی که داشتیم و خب بیشتر میخورد که یعنی کیسمون با تشخیص
کاوازکی آتیپیک نهایتاً بستری شد. از تشخیص افتراقی که میتونیم برای این بیمار ذکر کنیم، حالا با توجه به فصل و البته با توجه به اپیدمی که وجود داره، البته نمیخورد به لب دیتا، ولی خب میتونه در سطح کماکان برای ما کرونا با علائم پوستی باشه. از بقیه تشخیص افتراقی ها وایرال اینفکشن ها، آدنوویروس، انتروویروس، سرخک، ایبیوی و سی ام وی میتونن باشن. از درگیری های باکتریال مخملک میتونه باشه، تب پایراکی که حالا فکر نمیکنم خیلی به اپیدمیولوژی ما بخوره، لپتوسپیروز که خب توی این بچه خیلی هم ریسک فاکتورهای قبلیش رو نداشت. بقیه تشخیص افتراقی ها هم میتونیم توکسیک شوک سیندروم، 4S، دراگ هایپر سنسیتیویتی ریاکشن، استیون جانسون و بیماری بهجت رو ذکر کنیم. یه مسئله خیلی مهمی که وجود داره در مورد کاوازاکی این آرزش آنوریسم قلبی هستش که توی بچه ها حالا باید در نظر گرفته بشه. ای سی جی رو که قطعا براشون میخواییم برای رولات آریتمیا و مواردی که مشخص میشه، حالا توی این بچه با توجه به سی آر پی که دو پلاس بود تقریبا و کراتری های آزمایشگاهی که پر میکرد، بیمار علاوه بر درمان پلن اکو هم براش قرار داده شد. خب بچه ها، من سوال میکنم، میخوام همه اکتیف باشن، توی چت بذاریم. بچه ها، کاوازاکی تیپیک یا کامپلیت تب چند روزه داره؟ چت رو بیاریم. آفرین بچه ها، کامپلیت بچه ها، کاوازاکی کامپلیت از 5 تا کرایتریا چند تا کرایتریا باید داشته باشه که بگیم این کاوازاکی کامپلیته؟ بچه ها وقتی میگیم کاوازاکی کامپلیته که کاملا از در میاد داخل، همه علائم بالینی رو پر کنه، کرایتریای بالینی رو. و وقتی کرایتریای بالینی رو از 5 تا، بچه ها چند تا کرایتریا؟ آفرین، 4 تا از 5 تا کرایتریا بچه ها. بچه های مریضمون رو کرایتریاشو میتونیم بشماریم. چند تا کرایتریا داشتیم مریض بچه ها؟ خب بچه ها، خانم دکتر فرمودن قرمزی چشم ها داشت، قرمزی مخاطات و لب ها داشت، میشه 2 تا دیگه. بچه ها چی داشت؟ و یه راش پوستی. 3 تا کرایتریا داشت. آفرین بچه ها، 3 تا از 5 تا داشت. بچه ها ببینیم، ما کاوازاکی رو کتاب 2 تا دست کتاب شما، یعنی نرسون اسنشیار 2 دست میکنه، کاوازاکی کامپلیت یا کاوازاکی آتیپیک این کامپلیت توی یک کتگوری قرار میده. ولی بچه ها ما 3 تا کتگوری میذاریم. یک کاوازاکی کامپلیتی که مریض به عنوان شما یک پزشک از در میاد داخل، با قرمزی چشم و لب به عنوان سایر علائم میگردین و میفهمین که چه تغییری کرده، بر اساس کرایتریای بالینی تشخیص میدین. ولی بچه ها، یک کاوازاکی آتیپیک داریم، یه اینفانتی که تبش به هیچی جواب نمیده و اینفانت بچه ها، اینفانت کتابتون تو کتاب شما نه، البته کتاب نرسون یه الگوریتمی کشیده، سن زیر 6 ماهی گفته که تب هیچی جواب نمیده، شما سپسیس ورکاپ میکنین، اپروش به FWLS میکنین، یعنی LP میکنین، UAUC، بلاد کاچه. ولی این وسط وقتی ESRC بهتون بالایه بچه ها، یه اکوی قلبی هم انجام میدین و رولات کاوازاکی آتیپیک. یعنی بچه ها، کاوازاکی آتیپیکی که ما بهش اشاره میکنیم 3 تا علامت باید داشته باشه.
یکی اینفانت باشه، سن زیر 6 ماه باشه، یکی SRCRP بالا داشته باشه و یکی تب 7 روز یا بیشتر داشته باشه. این میشه کاوازاکی آتیپی. حالا کاوازاکی اینکامپلیت. بچه‌ها کاوازاکی اینکامپلیت هم که خانم فرمودن بیمار میاد و این بیمار 4 تا از 5 تا رو پر نمی‌کنه. 2 یا 3 تا رو پر می‌کنه از کرایتریا. پس به کامپلیت تعلق نمی‌گیره. از طرفی خب خیلی دیفرنشیال دیاگنوز داره. مریضی که با تب میاد قاعدتاً میتونه وایرال اینفکشن ها، حتی دراگ ریاکشن ها وقتی روش داره براش مطرح باشه بچه‌ها. ولی خب تبا اینا یه خصوصیتی دارن، وقتی تب رو اصلا جواب نمیده. خب بچه ها بعد از این جریان وارد کرایتریای آزمایشگاهی میشیم. اگر ESR و CRP بالا باشه تو کرایتریای آزمایشگاهی، بچه ها این تو کتاب شما نیست، لازم هم نیست یاد بگیرین، چون که خب قاعدتا توی امتحانا هم نمیاد. فقط بچه من یه سوالی بپرسم، شما تغییرات فاز حاد انتهاها چی میدونین تو کاوازاکی؟ از 5 تا کرایتریا بچه گفتیم کانجکتیویت. بچه کانجکتیویت نمیگیم، بیشتر کانجکتیوال اینجکشن میگیم، چون میخواییم بگیم که کانجکتیویت پرولنس وجود نداره. بچه چیزی که کاوازاکی رد میکنه یکیش کانجکتیویت پرولنس هستش. بعد بچه میایم پایین تر استروبری تانک و انکراکس لیپس، میایم پایین تر لیپ ادنوپاتی، میایم پایین تر راش و پنجمی تغییرات انتها. حالا ممنون میشم بچه توی چت بنویسین که تغییرات انتها رو کدوم ها رو جزء کرایتریا میگیم. من اولش بچه ازتون پرسیدم. بچه تغییرات انتهاها دو تا تغییرات مطرح میشه بچه. یکی تغییرات اریتم کف دست و پا هستش و ادم پشت دست و پا. پس حتما بچه رو کف دستش رو ببینید آیا قرمز هست یا نه و ادم پشت دست و پا داره یا نه. خانم دکتر محمدی فرمودن پوست ریزی، درسته. پوست ریزی هم بچه جز کرایتریای فاز سابکیوت هستش، یعنی پس وقتی پوست ریزیه که از بد ناخون، انتهای ناخون ها شروع میشه وارد کاتگوری کرایتریای کاوازاکی میکنیم، بچه ها تو این مرحله چه کار میکنیم؟ بچه ها بعد برگردیم به هیستوری، چون مریض تو فاز سابکیوت هستش، درسته؟ به هیستوری بیمار برمیگردیم، میگیم که مامان آیا هفته قبل که تب داشت چشماش قرمز بود؟ آیا راش، آیا زایه پوستی داشت؟ آیا لباش قرمز بود؟ و به خاطر همین بچه تو الگوریتم نرسون می نویسه هر پوست ریزی انتهاها مساویه با چی؟ اکو، برای اینکه بچه ها شاید شرح ها با من داره نباشه، درسته بچه ها؟ پس این پوست ریزی بچه ها درست جزء کرایتریا هستش، ولی تو قسمت سابکیوت مطرح میشه. این هم از این بچه ها. بچه ها همیشه به ما میگن اکو، مثلا ما مشاوره میداریم برای رولات کاوازاکی اکو انجام بگیرم. دکتر قرب نمیسه اکو تشخیصی کاوازاکی نیست، ولی بچه دو جا اکو تشخیص کاوازاکی میشه. یکی اون آتیپیکاله، بچه تب تونالین داره، ESRCRP بالا، هیچ کرایتری بالینی نداره. ما منتظریم بگیم اکو کرونر درگیره یا نه که بگیم اینو آتیپیک هستش یا نه. و این بچه یه مریض هایی مثل این مریض هستن که کرایتری رو کامل پر نمی کنن بچه. و وقتی که کرایتری، حالا من میخوام وارد مقوله ESRCRP زیاد نشم بچه، ESRCRP که کتاب نوشته چهلسیه، عدد تیم چهلسی رو چیز بکنیم، ESR چهل CRPC. ولی بچه بازه هم ما تو این دوران کرونا دیدیم که ESR CRPC زیاد بالا نرفت و وقتی کرونا رو بررسی کردن کرونا به طور عجیبی درگیره، یعنی تو این دوران بچه، چون الان کرونا به عنوان یه سوپر آنتیژن در نظر گرفته میشه و هر کاوازه بچه میتونه مریضی که توی خانواده کرونا ویروس باشه، چون اگه بچه قرار باشه عفونت کرونا بگیره مثل یه گاستروانتری تو یه تب و یه زایات پوستی داره، یعنی اگه بخوایم که بگیم که این عفونت کرونا گرفته، ولی بچه ها
موضوع نگران کنندهشون واکنش ایمنی به این ویروس کرونا هستش. یعنی اصولا خانواده بچه ها یک دو ماه قبل گرفته و بچه بعد از اون میاد. پس به حتما تو این مریض شرحال یک تا دو ماه بچه بعد بر اساس کریتری CDC یا آنتیبادی تو بچه باید مثبت باشه یا PCR یا حتی شرحال تماس خانوادگی برای ما کفایت میکنه. یعنی حتی اگه آنتیبادی و PCR هم مثبت نباشه بچه ها. حتما پس اینو میپرسیم و بچه ها اون پاسخ ایمنی که ایجاد میشه یک تا دو ماه ما بچه میاد. الان دو تا بیمار دیگه هم تو بخش ها بستری هستن. بچه یه با علامه میسک میاد، مولتی سیستم اینفلاماتوری سیندروم، یه علامه میسک بچه سنهای بالاتر هستش و حتما اینا دردهای شکمی شدید دارن که حتی بعضشون آپاندکتومی شدن با هم میوکاردیت های خیلی وحشتناک که پیدا میکنن. این حتی تو شوک میرن بچه ها، سنهاشون بالاتره بچه ها حدودا 7-8-9 نزدیکای مخصوصا اگه نزدیکای سن بلوغ باشن اوضاع بدتره. ولی بعضن بچه پاسخ ایمنی به این ویروس میتونه به صورت علائم کاوازاکی فقط خودشون نشون بده. یعنی میسک در کار نیست، علائم کاوازاکی هستش. اینها هم بچه باز قلب درگیر هستن و متاسفانه درگیری عروق قلبشون هم خیلی بالا هستش و به خاطر همین بچه ها باید هم واقعا تو این دوران این شرایط جدی بگیریم. و درسته کرایتریای بچه ها این کامپلیت رو بخوام بگم، از 6 تا کرایتریا 3 تاش مثبت باشه بچه ها می نویسه treat and echo. یعنی اینجا اکو من لازم نداریم، ما درمان می کنیم اگر به ما خورد و بعد اکو می کنیم. از این 6 تا بچه ها بگین اگر می دونین بچه ها، این اصراری نیست، 6 تا کرایتریای آزمایشگاهی بچه اگر ESR سرپی بالا باشه ما وارد کرایتریای آزمایشگاهی میشیم. از این 6 تا بچه ها بگین که چیا هستن، حدستون چیا هستش؟ بچه بذار سوال هم رو جزئی تر بکنم. بچه تو CBC 3 تاش تو CBCه، حتی میزنین چیا هست تو CBC که ما را به سمت کاوازاکی این کامپلیت هدایت میکنه؟ دوباره سوال هم رو جزئی تر میکنم بچه WBC چه تغییری بکنه بهتره؟ آقای دکتر ابتهی فرمودن کاهش پلاکت. بچه کاهش پلاکت یا افزایش پلاکت توی کاوازاکی؟ بچه التهاب داریم. بچه سه تا تغییر تو فاز سابکیوت رخ میده. اصلا فاز سابکیوت مهمترین فاز کاوازاکی هستش. سه تا تغییر خیلی مهمه که خیلی نگران کامپلیکیشن. آفرین، لوکوسیتوز یکی هست. سه تا تغییر اون بچه ها، یکی ترومبوسیتوز هستش تو فاز سابکیوت، یکی پوست ریزی هستش و یکی درگیری کرونه. فاز سابکیوت خیلی فاز کریتیکالی است. سه تغییر دنبالش میگرد. بچه لوکوسیتوز با شیفت به چپ درست هستش. بچه پس یه جا من بهتون گفتم پرولان کانجکتیوایتیس کاوازاکی رو رد میکنه و اینجا میگم بچه لوکوسیتوز کاوازاکی رو رد میکنه. چون واقعا اگه ارتخاب وجود داشته باشد و افزایش لوکوسیتوز ها بعد نوترویلی هم رو هست. یکی دیگر فشایی که تغییر ترومبوسیتوز هستش. یکی از کرایتریای آزمایش باشی هم ترومبوسیتوز هستش. کاهش پلاکت جناب آقای دکتر فرمودن. بچه اگر کاوازاکی خیلی این دیگه مشکل میشه من براتون توضیح بدم، چت واقعا خیلی فوق تخصصی باشه. یه جا تو کاوازاکی کاهش پلاکت داریم بچه ها، هر جا تو کاوازاکی تشخیص دادیم و کاهش پلاکت دیدیم خیلی اوضاع بده. یعنی مریض وارد فاز ماکروفاژ MAS یا ماکروفاژ اکتیویتینگ سیندروم شده و اینجا دیگه باید به مریض حمله بکنیم. یعنی یکی از پور پروگنوز های کاوازاکی، یکی از اندیکاسیون پور پروگنوز کاوازاکی هست. ولی به طور طبیعی تو کاوازاکی ما ترومبوسیتوز داریم. بعد تو CBC گفتم از 6 تا کرایتریا 3 تاش تو CBCه. پس یکی شد لوکوسیتوز، یکی شد کاهش پلاکت، اون یکی هم که می‌دونیم چی هستش بچه‌ها که این مریض ما هم داشت.
آنمی باسن. این مریض بچه هم لوکوسیتوز داشت، هم ترومبوسیتوز داشت، هم آنمی بر حسب سه. درسته؟ بچه ها گفتم از 6 تا 3 تا باشه تریت ان اکو. یعنی این مریض حتی میتونه منتظر اکو نباشیم و تریت بکنیم. درسته؟ از 6 تا 3 تا تریت ان اکو. از 6 تا حالا 3 تا کمتر باشه بچه اکو. یعنی اکو اینجا به بمباز کمک میکنه. اکو ان تریت. خب بچه سه تاش پس گفتم تو سی بی سی. یکی آنزیم های کبدی بالا هستش. خب یکی یو ای بچه ها. یو ای چی میبینیم به نظرتون تو کاوازاکی؟ آفرین بچه ها، خانم دکتر فرمودم پیوری استریل میبینیم. دبلیو بی سی بچه ها 10 تا 15 تا باشه میبینیم. آفرین آقای دکتر حسام نوروزی فرمودن استریل پیوریا. بچه پس بهتره با چی بگیریم؟ خانم دکتر فهمونه اسم دیگه کاوازه که ما کوکوتانوس لیمف نود سیندروم هستش. یعنی ما میخواییم موب درگیری موکوس را ببینیم. یعنی یورتریت را میخواییم ببینیم. التهاب یورترا را میخواییم ببینیم. بچه پس بهتره با چی بگیریم به نظرتون نمونه ادرار بیمار مشکوک به کاوازه کیا؟ با کتتر سوفراپوبیک یا با بگ بگیریم بچه ها؟ میخواییم ادرار از یورترا رد بشه. بچه ها اینجا استثنان با بگ که ادرار از یورترا رد بشه میخوایم پیوری استریل رو ببینیم. آفرین آقای دکتر نوروزی. آقای دکتر نوروزی بچه ها خیلی پیتفال تشخیصی اینجا تو جریان کاوازاکی هست. WBC 10 تا 15 تا میشه بچه ها. میگن این UTI تب بالا ESR پیلونفریت هم کرده. بستری میکنن، آنتیبیوتیک میدن، سونو میکنن، کش میاد منفی. خب یه سر تعجب میکنن، نه این آزمایشگاه اشتباه کرده. دوباره UAUC دوباره رو آنتیبیوتیک کنن که تب اصلا قطع نمیشه. بچه این بیمار کاوازاکیه دیگه، درسته؟ یعنی این پیتفال های تشخیصیه که کل دنیا این پیتفال اصلا جز توی مقاله 2017 آهای 2017 اینو جز پیتفال تشخیصی گذاشته. یعنی که صدام قطع و بست جز پیتفال تشخیصی گذاشته بچه. خب بچه این هم از این. بچه فاز سوم کاوازاکی اسم بچه فاز ها هم بهتون بگم. فاز اول 1 تا 2 هفته، فاز دوم 2 تا 4 هفته، فاز سوم بچه 6 تا 8 هفته. بچه کاوازاکی یک نوع واسکولیت سلف لیمیتد هستش، یعنی قرار خود به خود خوب بشه، درسته؟ خب بچه ها اگر ما تداخلی می کنیم به خاطر اینکه 1/4 بچه های کاوازاکی درگیر کرونر پیدا می کنن و ما با درمان 1/4 یعنی 25% به زیر 3% می رسونیم بچه ها، درسته؟ خب بچه ها فاز سوم ما فاز نقاهت هستش. خب بچه فاز نقاهت رو فکر میکنیم پایان بچه این تو کتابتون هست. من اول فکر کردم تو کتاب شما نیست ولی چون هست شاید یه جایی مطرح بشه این جریان. بچه پایان فاز نقاهت کاوازاکی از کجا میفهمی؟ فکر میکنین از کجا بفهمیم که نقاهت یعنی کاوازاکی اومده رفته خوب شده، اکوش هم خوبه، نرماله؟ آزمایشگاهیه بچه ها. فکر میکنین از روی چه آزمایشگاهی آزمایشی میفهمیم که نقاهت یعنی کاوازاکی تموم شد رفت پی کارش؟ تو سی بی سی بچه ها چی رو میبینیم اگه نرمال شد میگیم که کاوازاکی خوب شده رفته دنبال کار خودش دیگه، قلبم درگیر نیست؟ کسی نظری نداره بچه ها؟ آفرین پلاکت بچه ها. از روی سی بی سی و ای اس آر بچه ها. از روی سی بی سی و ای اس آر چون سی آر پی بچه ها فاز اکیوت خیلی بالا هستش. اگه خیلی خیلی هم بالا باشه مثلا بعضی ها کاتاف پوینت گرفتن 150 تا 200 به بالا خیلی پور پروگنوزه، به مریض حمله میکنن یعنی پارسکورتون میدن آی بی آی جی دیگه، فقط آی بی آی جی راحت نیست، پارسکورتون میدن و اینا. سی آر پی خوب میشه ولی ای اس آر بچه تا فاز پایان فاز نقاهت و پلاکت تا پایان فاز نقاهت میتونه بالا باشه و به خاطر همین اگر آسپرینی هم که حتما برای بیمار شروع میکنیم بچه یه سوالی که همیشه ازتون میپرسن کی
آسپرین قطع بشه زمانی که پلاکت و ESR نرمال میشه، یعنی پایان فاز نقاهت. بعد یه چیز دیگه هم کتاب نرسور اسنشیال نوشته مریض کاوازاکی چند تا اکو باید داشته باشد به شرطی که کورونر درگیر نباشد. یعنی بعد کورونر که درگیر باشه هر دو هفته یه بار ما نگرانیم که نکنه این زیاد شده باشه، بزرگ شده باشه، چون التهاب بچا لوکالایزه، میترسیم که این آنوریسم به درمان ما جواب نشه، مرتب اکوش میکنیم. ولی بچه ها اگر کورونر درگیر نباشد چند تا اکو؟ بچه ها کتاب شما 3 تا نوشته، نرسون 4 تا نوشته. 3 تا اکو اول تشخیص، 2 هفته بعد و 2 ماه بعد، یعنی میخوایم به فاز چی برسیم؟ سابکیوت هم ببینیم بچه ها. کتاب نرسون 1 سال بعد هم نوشته بچه ها، 1 سال بعد هم نوشته بچه ها. و اینم من یه جور توی یکی از سوالاتون مطرح کردم، پس هر مریض کاوازاکی بچه ها 3 تا اکو باید داشته باشه اون 1 سال بعد به خاطر عوارضی که بچه ها یه عقیده الان مطرح شده که درست کاوازاکی خوب شده ولی تو کورونر هنوز التهاب وجود داره. یه جمله خوشگلی هم کتابتون نوشته، این سادندسه که تو سن تینیج و نوجوانی و جوانی میبینین که تو زمین فوتبال یهو عرس میکنن، میگن اینا شاید کاوازاکی هستن که قبلا تشخیص داده نشده، کورونر درگیر رپچر میده، آریتمی میده و دچار عرس میشن. به خاطر همین بچه‌ها هنوز التهاب تو کورونر وجود داره. بچه‌ها درمان کاوازاکی تیپیک ها میخوایم بگیم الان بچه‌ها، چون خیلی الان منیجای درمانی خیلی با اون چیزی که کتاب هست و مقالات و رفرنس ها عوض شده. چی میدیم بچه‌ها درمان؟ آفرین، آی وی آی جی میدیم بچه‌ها. آقای دکتر نوروزی ممنونم. بچه‌ها آی وی آی جی میدیم. آی وی آی جی با چه دوزی میدیم بچه ها؟ با چه دوزی؟ آها بچه ها میخواستم همینطوری گیرتون بندازم که یادتون بمونه. بچه ها اینجا از همه جای کتاب بالاتر میدیم، 2 گرم پر کی جی میدیم، میلی گرم میدیم بچه ها، 2 گرم پر کی جی میدیم آی وی آی جی ها. یعنی اینکه بچه ها از همه جای کتاب بالاتر، یعنی اگه مثلا نقصای ایمنی میگن هر دفعه بیا 400 میلی گرم بزن مثلا بروتون، گیلنباره 1 گرم پرکیجی، کاوازاکی بچه از همه جا بالاتر 2 گرم پرکیجی هستش. تا کی میتونیم اینو بدیم بچه ها؟ تا زمانی که CRP بالا هستش و تب وجود داره میتونیم از IVIG استفاده بکنیم بچه ها. حدودا تا 10 روز بعد از شروع علائم میتونیم از اون استفاده بکنیم. آسپرین رو بچه ها دو دوز میدیم، اول دوز آنتی اینفلاماتوری و بعد روی دوز آنتی پلیتلت میدیم، آنتی پلاکتی میدیم. بچه آنتی اینفلاماتوری چه دوزی؟ البته این خیلی سخت میشه بچه، های دوز، خیلی های دوز میدیم. کتاب 80 تا 100 نوشته، البته مقاله خیلی کمترش کرده، 30 تا 60 تا کرده، ما هم 30 تا 60 تا میدیم تو بخش، اگه دیدین پس تعجب نکنید. بعد بچه بعد از این جریان آسپرین از دوز آنتی اینفلاماتوری یعنی ضد التهابی وارد فاز چی میشه؟ آنتی پلیتلت، همون جریانی که گفتم تا پایان فاز کانوالسنس ادامه میدیم بچه ها. بچه ها دوز 3 تا 5 میلی گرم پر کی جی تا کی ادامه میدیم؟ دوباره تکرار کنیم بچه ها، تا کی اگه اکو نرمال باشه تا کی ادامه میدیم؟ تا پایین فاز نقاهت. پایین فاز نقاهت زمانی بود که چی نرمال بشه؟ آفرین، پلاکت نرمال بشه، درسته. بچه فقط یه سوالی هم همیشه تو کتابتون هست مطرح میشه، این که بچه ها IVIG 2 گرم پرکیجی گرفته، بچه کاوازاکی مثل همین بچه همون بچه ها 1 سالش حدودا IVIG 2 گرم پر کی جی گرفته، بچه ها 1 سالگی زمان واکسن MMR هستش. خب بچه ها واکسن MMRش رو کی بزنه؟ مامانش میگه خانم دکتر حالا مرخصش کردی، واکسن 1 سالگیش رو کی بزنه؟ حتی اگه نپرسه بچه ها بعد نامه بدین بهشونو که واکسن 1 سالگیش رو کی بزنه. بچه ها ببخشید یه لحظه موبایلم چیز
بچه حد میزنید که بچه این همچه جزو سوال چیزتون هست، ورودیتون و ارتقایتون، چون سوال راحتی هم هست اگه یاد بگیری. فکر میکنین بچه کی بهتره؟ حدساتون رو بگین بچه. آفرین بچه ها، آفرین آقای دکتر نوروزی. بچه ها ببینید، بعد از IVIG چون MMR واکسن ویروسی زنده است، ما نگرانیم این ویروس، این واکسن بی وقتی IVIG وارد بدن شه بدن پاسخ به واکسن نده و اون سطح آنتیبادی مطلوب و نسبت به این واکسن ویروسی زنده نسازه. خب برای همین بچه ها چه کار میکنیم؟ اگر 1 گرم پر کیجی بدیم توی جداول نرسانتون هم 6 تا 9 ماه بعد واکسن MMR ضرورت داره بچه ها. ولی توی اینجا چون 2 گرم میدیم از همه کتاب بالاتر میدیم بچه ها، سال بعد یعنی نامه میدیم دست بچه 11 ماه بعد زده بشه. عددش هم بچه ها تو کتابتون نوشته و قاعدتا جزو سوالاتتون هم هست. پس 11 ماه بعد بچه ها واکسن گرفته میشه، مریض واکسن باید بزنه MMR 1 سالگیشه. این هم از این بچه ها. فقط یکی از کرشیشتا کرشیشتا جا انداختم، آلبومین هستش بچه ها. آلبومین اینجا به عنوان یه نگاتیو اکیوت فاز ریاکتانته بچه ها، تو کرشیشتا میسکم CDC آلبومین آورده بچه ها. یعنی میخوام بگم که نه اینکه کبد نمیسازه یا آلبومین داره از طریق ادرار دفع میشه، نه بچه ها. بچه ها ما یه بار الکتریکی منفی داره اینجا در ارتهابات. آلبومین یه نگاتیو اکیوت فاز ریاکتانت هستش، مثلا فرریتینال پلاکت پوزیتیو اکیوت فاز ریاکتانت هستش. اینجا آلبومین به عنوان یه نگاتیو اکیوت فاز ریاکتانت در نظر گرفته میشه بچه‌ها و باید حتما چک میشه بچه‌ها، به عددش دقت کنید. ولی لازم نیست مریض آلبومین تجویز کنه، یعنی التهاب بهبود پیدا بکنه با فاز با کورتون، این جریانات یعنی اوضاع بهتر میشه بچه‌ها. خب سوالی هست دیگه، سختش کردین از کجا بچه‌ها؟ سوالی هست در خدمتم، سوالی دارین؟ پس بچه‌ها یکی اینکه سه تا اکو خیلی مهمه هر بچه، یکی آسپرین رو که قطع کنین پایان فاز نقاهت، یکی سه تا کاوازاکی و بچه ها تقسیم بندی سه تا کاوازاکی خیلی مهم هستش که کاوازاکی آتیپیک هیچ علامتی نداره، فقط تب رو یه سر سی ار پی بالا با اکو تشخیص میدن. کاوازاکی این کامپلیت که گفتم وارد کریتری آزمایشگاهی میشیم و کاوازاکی کامپلیت که خیلی راحت هستش بچه‌ها. بچه‌ها کاوازاکی سنش سنی هستش که حدودا پیک سنی، پیکی که میزنه 2-3 سالگی تا 5 سالگی، ولی بچه‌ها کاوازاکی 7 سالگی خیلی ما رو نگران میکنه. کاوازاکی یعنی میخوام بگم این برای اونور تیف خیلی ما رو نگران میکنه، چون هم دیر تشخیص داده میشه به خاطر اینکه تب طولانی هیچکس به کاوازاکی فکر نمیکنه، دیر تشخیص و اداگیری کرونر خیلی شدید میشه متاسفانه. گاهن بچه ها حتی ما مجبوریم CABTشون بکنیم، یعنی اوضاع آنژیوگرافی و کارهای دیگه بکنیم. برای همین بچه هم تشخیص هم بدین دست شما درد نکنه. اگه سوالی هست در خدمت هم خیلی طول کشیده. ممنون بچه ها، اگه سوالی ندارین خدافظی میکنم. امیدوارم که از همگی ممنونم، خیلی ممنون. امیدوارم که سال خوبی داشته باشین همه، این سال که سال خوبی برای همه باشه. ممنونم، ممنون، خدافظ.